جناب آقای پنج سلام، خسته نباشید. روز پایین جشنواره هست و در مورد کیفیت فیلم ها بفرمایید. بالاخره داور جشنواره بودید. مرسی، خیلی ممنون. خیلی خوشحالم از اینکه میبینم برای چهارمین سال این فستیوال سینه ایران با زحمت یک گروه بچه‌هایی که دارن، حالا بچه‌هایی که دارن میگم، دوستانی که دارن زحمت زیاد میکشن و کار خیلی زیادی برای تدارکات این جشنواره هستش، به خصوص تو این محل بسیار بسیار زیبای فستیوال تورانتو، لایت هاوس تورانتو اینترنشنال فیلم فستیوال. و منم خوشحالم که امسال میتونم به عنوان یک مهمان فستیوال باشم و فیلم ها رو دیدم. فیلم های انتخاب های امسال جشنواره بسیار انتخاب های سنجیده و خوبی بود. چیزی که خیلی مهم هستش از نظر من برای جشنواره های اینجوری که در خارج از کشور داره اتفاق میفته اینه که یک پنجره باز میکنه به روی فیلم هایی که در ایران داره ساخته میشه و الزاماً در خارج راه پیدا نمیکنه که دیده بشه، و هموطنای ما ایرانی ها میتونن از طریق اون پنجره ارتباط نزدیکتری پیدا بکنن با ایران. بعضیا ممکنه که تماس مستمر نداشته باشن یا بعضیا ممکنه که سینما رو اونطور نتونن دنبال بکنن. از این جهت خیلی برای من جالب بود، برای خود من، دیدن این فیلم ها و روندی که داره سینما ایران طی میکنه که هممون میدونیم پرفراز و نشیب هستش، مشکلات و محدودیت های خیلی زیادی داره، ولی علارغم اون سعی و کوشش فیلمسازها و اینی که هنر رو هیچ چیزی جلودارش نیست و همیشه علارغم تمام قل و زنجیری که به هنر میبندید یه جوری سر باز میکنه و ارتباط خودش رو با مخاطب، با جامعه خودش و با جامعه سینمایی برقرار میکنه. خب فرمودین که انتخاب فیلم ها بسیار سنجیده و خوب بوده و از کیفیت فیلم ها راضی بودید. این کار رو سخت کرده برای شما به عنوان داور و همکاران دیگرتون؟ چه معیارهایی براتون مهم بود در انتخاب فیلم ها؟ ببینید، اولا جشنواره انتخاب فیلم ها بسیار متنوع بوده، یعنی به هر حال فیلم ها تولید محصولات ایرانی هستش، محصولات اخیر و جدید ایرانی هستش، ولی از نظر نوع و سبک و ژانرهای فیلم های انتخاب شده خیلی متنوع بوده و ما نمیتونستیم که یک نگاه خاصی رو نسبت به فیلم ها داشته باشیم. خوشبختانه امسال هیئت جوری هم خیلی متنوع بوده و یکی از اعضای هیئت جوری یک منتقد با سابقه آمریکایی هستش که طرفدار خیلی سینما ایران هست، سینما ایران رو دنبال کرده و خیلی خوب میشناسه. از اون جهت برای ما در دو بعد اصلی به فیلم ها نگاه میکردیم. یک بعد طبیعتاً از نگاه سینمایی هستش، به هر حال به عنوان یک اثر سینمایی یک سری معیارهای هنری و تکنیکی هستش که برای ما که این فیلم ها رو به عنوان منتخب جشنواره و برنده های جایزه به مخاطب معرفیشون بکنیم نگاه فنی و سینمایی هست، ولی خب به خصوص در مورد ایران و موضوعهایی که این فیلمسازها انتخاب میکنن در ایران، بعد دیگه‌ای که پرداخت موضوعها هستش و حساسیت‌های جامعه، دغدغه‌های جامعه رو در اون فیلم‌ها منعکس میکنه هم نمیتونه بی تأثیر باشه در تصمیم گیری که جوری داشته، و از این بابت خیلی برای ما صحبت‌های جالبی بود و فکر میکردیم که چقدر این فیلم‌ها باعث میشه که در مخاطب هم بحث و تفکر و در واقع درگیری با این موضوعایی که دغدغه امروز جامعه ایران هستش. البته باید توجه به این مثلا بکنیم که صنعت سینما برخلاف هنرهای دیگه، و من به این به خصوص از این جهت میگم صنعت سینما، به خاطر اینکه ابعاد اقتصادی، صنعتی و مکانیسم فیلمسازی پیچیده تر هستش از هنرهای دیگه مثل نقاشی که خیلی ارتباط نزدیکتری هنرمند با کارش داره، یا یک نویسنده خیلی ارتباط نزدیکتری با کار هنری که داره انجام میده داره. یک فیلمساز از اون لحظه که یک ایده به فکرش میرسه تا موقعی که اون ایده رو پرده سینما میبینه فراز و نشیب‌های زیادی رو طی میکنه تا موقعی که این اثر هنری در واقع بروز پیدا بکنه و با مخاطب خودش شریک بشه. خب ناهنجاریایی که صنعت سینما در ایران داره و مشکلات و محدودیتایی که در صنعت سینما در ایران هستش نمیتونه بی تأثیر باشه. بعضی موقع ها این کنکاش و تنش هایی که بین هنرمندها و فیلمسازها با دستگاه حاکمی که روی جامعه هنری ایران سلطه داره
بعضی موقع ها یک آثار خارق العاده ازش بروز پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم در نتیجه اون اختناق یا در نتیجه اون تأثیرات منفی که اون سیستم ممکنه بذاره اون اثرهای خوب و هنری به وجود میاد، ولی میتونیم بگیم که یک اثرهای قابل توجهی از اونجا میاد، یک اتفاقایی میفته که ما اون تنش و کنکاشی که هنرمند و فیلمساز با جامعه خودش و سیستم حاکم بر صنعت سینمایی داره تو این فیلم ها تاثیرگذار هستش. و این برای ما تو هیئت جوری و میدیدیم بیشتر فیلم ها رو ما با مخاطبین در سالن ها دیدیم که خیلی قابل توجه هستش و تأثیر، یعنی در واقع مشارکت دغدغه‌های فیلمساز در ساختن اون موضوع با مخاطب خودش یه وجه و جنبه دیگه ای رو باز میکنه که از سینمای تجارتی متعارف معمولی که فقط سرگرمی هستش ارتقا میده اون تجربه فیلم دیدن رو و فیلم عرضه کردن رو. و از این بابت من فکر میکنم که جشنواره سینه ایران بسیار کار ارزشمندی داره انجام میده و من مطمئن هستم، نمیتونم بگم امیدوار هستم، من مطمئن هستم با این پای ریزی که انجام شده و با این سماجتی که این گروه دوستان به صورت داوطلب دارن همشون زحمت میکشن و این پنجره رو به سوی سینمای ایران باز کردن، آینده بسیار درخشانی رو میبینم که مخاطب بتونه ارتباط خیلی بهتری با جامعه خودش پیدا بکنه. حدس من این هستش که یه درصد قابل توجهی از تماشاچیهای ایرانی که میان فیلم ها رو میبینن و همینطور یه درصد بیشتر از اون از تماشاچیهای غیر ایرانی که میان در سینه ایران فیلم ها رو میبینن یا در مورد ایران امروز اطلاع زیادی ندارن یا ارتباطشون با ایران امروز اونقدر نزدیک نیستش که این فیلم ها میتونه کمک بکنه ارتباط عمیق‌تری بین مخاطب چه ایرانی مهاجری که به ایران نرفته و چه خارجی که ایران رو به اون خوبی نمیشناسه پیدا بکنه. خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون. مرسی. مرسی، خیلی ممنون. موفق باشین و با امید سینه ایران سال 2019 که بزرگتر، موفقتر و سالن های بیشتری رو تو این تشکیلات در اختیار خودش قرار بگیره. امیدواریم. مرسی. خداحافظ.